سلام و درود به دوستان همیشگی قصه های نیمه شب. امیدوارم که حالتون عالی باشه و با داستان امشب ما را همراهی کنید. حکایت دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. روزی از روزها که مثلش فراوان در زمانهای قدیم در سرزمین یونان دانشمندی زندگی می کرد به نام جالینوس. او بسیار فهیم بود و در مسائل گوناگون دانش بسیاری داشت و یونانیان دانش خود را مدیون علم او می دانند و در خارج از آن سرزمین نیز پزشکان به کمک علم جالینوس گره های زیادی را از علم پزشکی باز کردند. روزی از روزها جالینوس قصد دیدن مریضش را کرد. پس وسایلش را جمع کرد و به سوی خانه او به راه افتاد. به غلام ها و شاگردانش گفت مسیر خانه بیمارم بسیار دور است. ممکن است کارم تا شب طول بکشد. پس منتظرم نمانید که دیر می آیم. بعد در را پشت سرش بست و رفت. طولی نکشید که بعد از چند دقیقه جالینوس سراسیمه در خانه را با شتاب زد. غلام در را به رویش باز کرد و از دیدن جالینوس جا خورد. جالینوس که از نگرانی نفسش بالا نمی آمد رو به یکی از شاگردانش کرد و گفت همکنون نزد حکیم داروساز برو و به او بگو که این دارو را در نخستین فرصت درست کند و برای من بفرستد. شاگرد که از حال غریب استادش تعجب کرده بود نسخه را از او گرفت و به سوی پزشک داروساز به راه افتاد. وقتی به مقصد رسید برگه را به دست پزشک داد و گفت استادم این نسخه را برای شما فرستاده. لطفاً داروها را به من دهید که استاد عجله دارد. پزشک داروساز نسخه را از شاگرد گرفت و تا چشمش به نوشته برگه افتاد با تعجب از شاگرد پرسید استاد بیمار شده است؟ شاگرد گفت نه او سالم است اما امروز به دیدن بیمارش رفت و زود برگشت و این نسخه را سفارش داد. احتمالاً داروها برای بیمارش است. پزشک در فکر فرو رفت و خاموش ماند. دوباره نگاهی به پایین برگه انداخت و گفت این داروها برای بیماری جنون است. سر در نمی آورم. شاگرد تعجب کرد و با حیرت گفت اما تا آنجایی که من خبر دارم استادم بیمار مجنونی ندارد. در عجبم که این داروها را برای چه کسی می خواهد؟ پزشک رنگ از چهرهش پرید و گفت در زیر این نسخه نوشته شده که برای خودش این داروها را لازم دارد. تو دلیلش را نمی دانی؟ منظورش چه بوده؟ شاگرد نگران شد و گفت نمی دانم. باورم نمی شود. وقتی نسخه را به من داد حال و احوالش خوب بود. دیگر خبر از درونش ندارم. پزشک از فرط نگرانی به پسر گفت که منتظرش بماند تا لباسش را عوض کند. بعد به عیادت استاد بیاید. پس هر دو با هم به نزد جالینوس رفتند تا خبر از حالش بگیرند. پزشک تا او را دید به سویش دوید و از احوالش پرسید. جالینوس که در حال اندوختن علم بود نگاهی به او انداخت و همه چیز را از حالش متوجه شد. پس به او گفت هیچ نگو که از حالت همه چیز را متوجه شدم. درست فهمیدی. من به بیماری جنون مبتلا شدم. پزشک به او خندید و گفت دور از عقل تو این دیگر مگو. گفت در من کرد یک دیوانه رو. پزشک گفت خب که چه دیوانه‌ای به چشمان تو خیره شده است. خب دیوانه است و هر کاری از او بر می آید. این چه ربطی به تو دارد؟ جالینوس با نگاهی عاقلا در صفی به او نگاهی کرد و گفت ساعتی در روی من خوش بنگرید. چشمکم زد آستین من درید. پزشک می دانست جالینوس بیهوده سخن نمی گوید و حتما منظوری دارد پرسید خب مگر چه عیبی دارد؟ حتما دیوانه شیرین عقلی بوده که خوشی به زیر دلش زده. این دلیل به دیوانگی تو نمی شود که. جالینوس از جا برخاست و پیش پنجره رفت. آهی کشید و به سوی آسمان نگاهی انداخت و یاد خدا را در دل زنده کرد و ادامه داد گرنه جنسیت بودی در من از او کی رو خواهوردی به من آن زشت رو؟ گر ندیدی جنس خود کی آمدی؟ کی به غیر جنس خود را برزدی؟ پزشک به فکر فرو رفت و رو به جالینوس گفت منظورت مثل قدیمی ایرانی است که
میگوید دیوانه، چو دیوانه ببیند خوشش آید. جالینو سری به علامت تأیید تکان داد و با نگرانی گفت: دیوانه چنان به من نگاه کرد که انگار سالیان سال است که مرا میشناسد. نگاه عجیبی کرد و چشمکش گیرا بود. بر دلم نشست، همان گونه که من در دل او نشستم. شاید من را دوست و همبازی خود تصور کرد. برای حال خودم نگرانم. می ترسم دیوانه شده و خود پی نبرده باشم. طبیب داروساز هم به کنار پنجره رفت و به آسمان چشم دوخت و در حکمت خدا به فکر فرو رفت. درست همانطور که جالینوس غرق در افکارش بود. حکایت مردی که دنبال گنج می گشت. روزی از روزها که مثلش فراوان، در روزگاران قدیم جوانی زندگی می کرد که ثروت زیادی از پدرش به او ارث رسیده بود و هیچ تلاشی برای به دست آوردن این ثروت کلان نکرد و فقط از آن بهره می برد و با خوشگذرانی صبح را به شب می رساند و عاری از هر دردی بی خیال زندگی می کرد. تمام ثروت پدرش را که به زحمت و تلاش جمع‌آوری کرده و برای او به ارث گذاشته بود به عیش و نوش خرج می‌کرد. جوان نمی‌دانست بعد از هر خنده‌ای گریه‌ای هم هست و این مال و اموال تمام شدنی است و ثروت بادآورده را باد می‌برد. هر چقدر هم که اطرافیان و خیشاوندان به او می‌گفتند پول‌هایت را سفت بچسب و ولخرجی نکن، اما پسر جوانتر از آن بود که خوشگذرانی را ول کند و با آینده نگری پولها را پسنداز کند. اطرافیان هم که تماشاگر خودسری و بی توجهی پسرک بودند و می دیدند که حرفایشان به گوش او نمی رود، صبر کردند تا عاقبت ولخرجی های خود را ببیند. او نداند قدر هم که آسان بیفت، کوب کد و رنج و کسبش کم شد. جوان آنقدر در ناز و نعمت بزرگ شده بود که تا لب تر می کرد، هرچه می خواست جلوی چشمش حاضر می شد و اصلا نمی دانست فقر چیست و همین امروز و فرداست که خود دوچارش شود. روزها از پی هم می گذشتند و روزگار به جوانک لبخند می زد و او هم به روزگار از فرط شادی خنده‌ای تحویل می داد. تا اینکه چرخ گردون از چرخیدن خسته شد و لب را به لبخند بست و روزهای سخت را برای جوان ورق زد. بالاخره ثروت پسر به پایان رسید و آنقدر فقیر شد که حتی یک سکه هم در جیبش باقی نماند و از آن همه ثروت فقط خانه پدری و یک باغ برایش ماند. اما خودش می دانست که اگر فکری نکند آنها را هم از دست می دهد. جوان روزها را با نداری می گذراند و شبها از گرسنگی گریه می کرد. باورش نمی شد که فقر دستانش را بوسیده و بدون اجازه هم نشینش شده است. تا بالاخره در این جنگ تن به تن شکست خورد و به اجبار تهی دستی را پذیرفت. دست به آسمان بالا برد و از خدای خودش طلب بخشش و کمک کرد. روز و شب کارش گریه بود. از خدا خواست که او را ببخشد. به او می گفت بی تجربه بودم و ندانسته دسترنج پدرم را به باد داده و حال جز آه و افسوس چیزی برایم نمانده. خدای حکیم صبر کرد تا پسرک حسابی از کار خودش پشیمان شود و سرش به سنگ بخورد. جوان به هر کجا می زد کمکی به حالش نمی شد. هیچ کس عصای دستش نمی شد تا به یاری او وضعش بهتر شود. آنقدر خود سر و خود رأی بود که نزدیکانش را از خود رنجانده بود و به ناچار در موقع بدبختیش هم مجبور به تنهایی شده بود. راهی به غیر از خدای رحیم و مهربان نداشت که او بخشاینده گناهان است. پس باز هم در به رحمت خدا را کوبی تا اینکه در باز شود. خواب دید و هاتفی گفت و شنید که قنای تو به مصر آید پدید. رو به مصر آنجا شود کار تو راست، کرد کدیت را قبول و مرتجاست. در فلان موضع گنجی است زفت، در پی آن بایدت تا مصر رفت. خدا دلش به حال جوان سوخت، پس در خواب به او وعده داد که گنج بزرگی در مصر انتظار تو را می کشم. مرد جوان سراسیمه از خواب پرید. چیزی که دیده بود باورش نمی شد. وعده گنج بزرگ را به او داده بودند. چیزی که به خاطرش چشمانش را از شدت گریه کمسو کرده بود.
در دلش حسرت خورد و آهی کشید که ای کاش واقعیت داشت و گناه من در درگاه خدا بخشیده می شد. دوباره اش چشمانش را تر کردم و از فرط خستگی خواب او را رو بود. دوباره از خواب پرید و باورش نمی شد که دوباره همون وعده را به او دادن. سیلی محکمی به صورتش زد که از خواب بپرد و رویایی را که دیده از سر بیرون کند. باز چشمانش را بست و به هر جان کندنی بود فکر گنج را از سرش بیرون کرد و خوابش بود. اما یک بار دیگر همان خواب را دید و از خواب پرید. هرچه نگاه کرد هاتف را ندید. باز هم خواب دیده بود. بر سر و صورت خود آبی زد و به فکر فرو رفت. این بار با خود عهد بست که اگر باز این خواب را ببیند کوله بار خود را جمع کند و به مصر عزیمت کند. پس به زیر لحاف رفت و از خدا درخواست کمک کرد و با ذکر و یاد او به خواب رفت. دوباره خدا هاتف را به خوابش فرستاد که در فلان موضع یکی گنج است زفت، در پی آن بایدت تا مصر رفت. مرد جوان این بار مصمم و مطمئن شد که این خواب دری از درهای رحمت خداست. کوله بارش را جمع کرد و باغ پدریش را برای خرج سفرش فروخت، اما خانه پدریش را هرچه کرد دلش به فروختنش راضی نشد. پس به سوی مصر به راه افتاد. در راه سختی های زیادی کشید و راهزنها به کاروانش حمله کردند و هرچه داشت و نداشت دو دستی تقدیم آنها کرد. راهش را به سوی مصر با جیب خالی ادامه داد. از گرسنگی و تشنگی طاقتش تاق شده بود، اما یک چیز را از فقر به یاد داشت، آن هم توکل به خدا بود. پس با همه سختی ها جنگی تا اینکه نور کمسویی را از مصر به چشم دید و با امید اینکه فاصله زیادی تا گنج ندارد به سوی مصر دوید. وقتی پایش را به دروازه ورودی مصر گذاشت یادش افتاد که هیچ پولی ندارد. پس فکر کرد که چاره جز گدایی ندارد. سرش را به زیر انداخت و در گوشه این نشست، اما هر کاری کرد شرم و خجالت نگذاشت دست به گدایی جلوی رهگذران دراز کند. پس چاره ای ندید که صبر کند تا شب برسد، بلکه شرم دست از سرش بردارد. از قضا در مصر شبها دزدان در همان حوالی دست به دزدی می زدند و سلطان هم دستور داده بود که شبها هیچ کسی حق ندارد در کوچه و پس کوچه های شهر بگردد تا دزدان روسیه شناسایی شوند. اما جوان بیچاره که از اتفاقات شهر بیخبر بود ساعتی منتظر ماند تا شب فرا رسد. هوا که تاریک شد در گوشه این نشست و دست به گدایی دراز کرد. ناگهانی خود اساس او را گرفت، مشت و چوبش زد ز سفران ناشکفت. اتفاقا اندران ایام دوست، گشته بودم بوخ پخته و خام دوست. در چنین وقتش بدید و سخت زد، چوبها و زخمهای بی عدد. نعره و فریاد زان درویش خواست، که مزن تا من بگویم حال راست. هر شخص جوان گریه می کرد و فریاد می زد، اما فایده ای نداشت. مشت و لگد بود که نثار او می شد. دیگر یک جای سالم هم در بدنش نمانده بود. سر و صورتش کبود و زخمی شده بود تا بالاخره یکی از ماموران دلش بر حال او سوخت و دستور داد که دیگر بیچاره را بیش از این نزنند. مامور دیگری گفت این دل رحمی و دلسوزی فایده ای ندارد. بگذار او را تحویل سلطان دهیم و حداقل انعامی بگیر. جوان جنازه خود را از زمین جمع کرد و لبش را که پر از خون شده بود پاک کرد و گفت از راه دوری آمدم و در مصر جایی برای اقامت نداشتم. ناگزیر شب را در کوچه پرسه می زدم. گفت تو از بعد سوگندان پر، که نیم من خانه سوز و کیسه پر. من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم. مأمور مهربان گفت غریبه، چرا به مصر سفر کردی؟ برای چه این همه راه را به اینجا آمدی؟ پسر که دیگر نای یک مشت دیگر را هم نداشت به دست و پای آنها افتاد و گفت خواهش میکنم دیگر مرا کتک نزنی. حالم خوب نیست و سر و بدنم درد میکند. کمکم کنی. قصه آن خواب و گنج زر بگفت. پس صدق او دل آن کس شگفت. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او.
ماموران به او خندیدند و حرفش را باور نکردند، اما هرچقدر هم به سر و وضعش نگاه می کردند به ذهنشان نمی آمد که دزد باشد. پس تصمیم گرفتند که او را پیش سلطان ببرند. جوان را به قصر بردند و سلطان تا سر و وضع جوان را دید دستور داد که طبیب را به بالای سر او بیاورند تا درمانش کند. بعد از اینکه حالش جا آمد سلطان از او پرسید چرا شب را بیرون از خانه بودی؟ به چهرت نمی آید که اهل مصر باشی و معلوم است که غریبی. چه بر سرت آمده که قصد این سفر را کردی؟ جوان که ناخوش احوال بود دست و پا شکسته داستان خوابهایش را برای حاکم تعریف کرد. سلطان که برای او بسیار متاسف شده بود گفت جوان تو خیلی بی تجربه ای. به خاطر یک خواب که از بابت شکم سنگینیت بوده قصد سفر به سرزمینی دور کردی؟ خواب ارزش پیگیری ندارد پسرم. به تو کیسه ای زر می دهم که به شهرت برگردی و در آنجا به فکر راه چاره‌ای برای مشکل خود باشی، نه در شهری غریب. بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنجی مستقر. در فلان سوی و فلان کوی دفین بود آن خود نام کوی این حزین. هست در خانه فلانی رو به جو نام خانه و نام او گفتان عدو. جوان تا این حرف را از سلطان شنید از تعجب شاخ در آورد و پادشاه نشانی درخت خانه پدری او را می داد. جوان گوشش را برای حرفای او تیز کرد که پادشاه ادامه داد دیدم خود بارها این خواب من که به بغداد است گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال تو به یک خوابی بیایی بی ملال. جوان از پی این خواب بگذر که هیچ گنجی در مصر انتظار تو را نمی کشد که اگر بود من او را پیدا کرده بودم. به شهر خود برگرد و با زحمت و رنج روزی خود را از خدا طلب کن. پسر که جواب زحمت و رنج را از خدا گرفته بود در دل خدا را برای مهربانی های شکر کرد و رو به سلطان گفت متشکرم که مرا روشن کردید، اما من گنجی را که می خواستم یافتم. بر لب جوان لبخندی از سر شوق نقش بست و جوان از سلطان دوباره تشکر کرد و کیسه ای زر از او به امانت گرفت و به سوی شهر خود به راه افتاد. قند داشت در دلش آب می شد. نمی دانست پر در بیاورد یا با پای پیاده به سوی شهرش بدود. در خانه پدرش برای او همچون در بهشت بود. جوان پس از رسیدن به خانه بلافاصله کوله خود را بر زمین انداخت و شروع به کندن زمین کرد. کند و کند تا بالاخره به چیزی که باید می رسید. رسید و صندوقچه‌ای پر از طلا زیر تک درخت خانه پدریش چشمان او را نوازش داد. پسر جوان به زمین افتاد و جلوی خداوند بزرگ زانو زد و از او به خاطر لطف و کرمش تشکر کرد، اما این بار به خود و خدای خودش قول داد که چون برای به دست آوردن این ثروت بسیار زحمت کشیده پولهایش را به جا و درست خرجش کند و عمر و ثروتش را به تباهی نگذراند.